سرخط خبرها. جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا برای شناسایی فرماندهان سایبری سپاه. فوری ارتش اوکراین به خاک روسیه نفوذ کرد. مدودف میگوید روسیه باید تا کیف و فراتر از آن پیش رود. اسرائیل گفت حزب الله ممکن است مقرهای موساد و ارتش را هدف قرار دهد. واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به خشونت پلیس ایران علیه نوجوان افغانستانی. به کانال انفو تی وی خوش آمدید. جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا برای شناسایی فرماندهان سایبری سپاه. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا جایزهایی تا سقف 10 میلیون دلار برای اطلاعات منجر به شناسایی و دستگیری 6 نفر از افسران ارشد سایبری سپاه پاسداران ایران تعیین کرده است. این افراد متهم به طراحی و هدایت عملیات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه تصاویر و اسامی این 6 افسر ارشد را منتشر کرده و اعلام کرده است که این افراد شامل حمید همایون‌فال، حمیدرضا لشکریان، مهدی لشکریان، میلاد منصوری، محمد باقر شیرینکار و رضا محمدامین صابرین می شود. گزارش های پیشین نشان می دهد حمیدرضا لشکریان، فرماندهی قرارگاه سایبری الکترونیکی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. این افراد که پیشتر به دلیل فعالیت‌های خرابکارانه در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتند، با گروه سایبری موسوم به اونجرز مرتبط هستند. گروه هکری اونجرز از طریق نفوذ به کنترلگرهای ساخت شرکت اسرائیلی یونیترونیکس دست به حملات سایبری به تأسیسات آب و فاضلاب آمریکا و سایر بخش‌های زیرساخت حیاتی ایالات متحده زده است. بر اساس برنامه پاداش برای عدالت، افرادی که اطلاعات معتبری ارائه کنند، ممکن است واجد شرایط دریافت جایزه و حتی جابجایی به مکان امن شوند. خبر دوم. فوری ارتش اوکراین به خاک روسیه نفوذ کرد. پوتین اوکراین را به حملات کورکورانه به اهداف غیرنظامی متهم کرده است و گراسیموف مدعی تلفات سنگین اوکراینی ها شده است. روسیه میگوید به دنبال نفوذ ارتش اوکراین به خاک این کشور در منطقه کورسک و بروز درگیری‌های شدید در نزدیکی یک مرکز مهم انتقال گاز طبیعی، وضعیت اضطراری اعلام کرده است. ایالات متحده گفته در این باره با مقامات اوکراینی در تماس است و تأکید کرده اقدامات اوکراین قوانین استفاده از تسلیحات آمریکایی را نقض نمی‌کند. به گزارش رویترز، الکسی اسمیرنوف فرماندار موقت منطقه کورسک چهارشنبه شب وضعیت اضطراری اعلام کرد. وزارت بهداشت روسیه گزارش داد که 31 غیرنظامی از جمله 6 کودک زخمی شدند. تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف نیروگاه هسته‌های کورسک اعمال شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اوکراین را به یک تحریک بزرگ متهم کرد و ژنرال والری گراسیموف اظهار داشت که نیروهای روسی حمله بزرگی از سوی اوکراین را متوقف و دفع کردند. مقامات نظامی اوکراین در این باره سکوت کردند، اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور خواستار ادامه نبرد بدون اشاره مستقیم به این حمله شد. این درگیری در نزدیکی خط لوله اورنگویی پوماری اوزهورود رخ داده است که برای صادرات گاز روسیه به اروپا حیاتی است. با وجود جنگ انتقال گاز تحت تأثیر قرار نگرفت، اما نزدیکی به نیروگاه هسته‌های کورسک تنش‌ها را افزایش داد. به گفته رویترز، این نبرد حیاتی است زیرا اوکراین به دنبال مقابله با از دست دادن اراضی خود و تأمین حمایت غربی‌ها در بحبوحه نگرانی‌ها درباره تغییرات احتمالی سیاست ایالات متحده در پی انتخابات ریاست جمهوری آینده است. بلاگرهای نظامی روسی وضعیت کورسک را وخیم‌تر از گزارش‌های رسمی تصویر کردند و برخی احتمال دادند که اوکراین جبهه جدیدی باز کرده است. نیروهای پشتیبانی برای تقویت دفاع روسیه به منطقه کورسک اعزام شدند. پوتین اوکراین را به حملات کورکورانه به اهداف غیرنظامی متهم کرده است و گراسیموف مدعی تلفات سنگین اوکراینی‌ها شده است. اگرچه به گفته رویترز این مدعیات رهبران روسیه قابل تایید مستقل نیست. این در حالی است که مدودف میگوید روسیه باید تا کیف و فراتر از آن پیش رود.
رئیس جمهور سابق روسیه پنجشنبه در واکنش به نفوذ اوکراین به خاک این کشور گفت که مسکو از این پس باید عملیات‌های فراسرزمینی انجام دهد. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به حملات جدید اوکراین درون خاک روسیه، این عملیات‌ها را تلاش دولت اوکراین برای جلب توجه کشورهای غربی به منظور به دست آوردن حمایت‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر معرفی کرد. وی در ادامه گفت، از این پس عملیات‌های نظامی باید صراحتاً فراسرزمینی شود. این دیگر تلاشی برای بازپسگیری زمین‌هایمان و برخورد با نازی‌ها نیست. وی همچنین ادعا کرد که روسیه باید بیشتر وارد خاک اوکراین شود و تا کیف، پایتخت اوکراین و فراتر از آن پیش رود. سخنان مدودف در حالی بیان شده است که مقام‌های روسیه بارها گفتند که این کشور در جنگ اوکراین در تلاش برای کشورگشایی نیست. مدودف با بیان اینکه برخی در روسیه به مرزهای اوکراین پایبند هستند، گفت که روسیه از این پس نباید خود را به این مرزها محدود کند. ارتش اوکراین طی عملیاتی غافلگیرانه توانست در روز سه‌شنبه به استان کورسک روسیه نفوذ کند. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر روسیه توانسته بود بر چند شهر و روستا و منطقه استراتژیک در دونتسک مسلط شود. درگیری‌ها در استان کورسک همچنان ادامه دارد. خبر سوم، اسرائیل گفت حزب الله ممکن است مقرهای موساد و ارتش را هدف قرار دهد. مسئولان اسرائیلی اعلام کردند که حزب الله ممکن است در پاسخ به ترور یکی از فرماندهانش در بیروت هفته گذشته، مقر ارتش در مرکز تل آویو را هدف قرار دهد. این مسئولان به وبسایت آکسیوس گفتند که حزب الله ممکن است مقر موساد و پایگاه‌های اطلاعاتی را نیز هدف قرار دهد. همچنین این منابع اشاره کردند که پایگاه‌هایی که احتمالاً حزب الله هدف قرار می‌دهد نزدیک به مناطق مسکونی هستند. این مسئولان اسرائیلی تأکید کردند که واکنش اسرائیل به هر گونه حمله احتمالی حزب الله به غیر نظامیان نامتناسب خواهد بود. در همین زمینه کانال 12 اسرائیل گزارش داد که ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که حزب الله احتمالاً حمله را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر، یک منبع امنیتی ایرانی اعلام کرد که احتمال آزمایش موشک‌های هوا به هوای دوربرد در طول تمرینات نظامی وجود دارد. این منبع افزود که این تمرینات مشترک بین ارتش و سپاه پاسداران در مناطق غرب و مرکز ایران آغاز خواهد شد. خبر چهارم، واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به خشونت پلیس ایران علیه نوجوان افغانستانی. انتشار تصاویری از برخورد خشن دو مأمور نیروی انتظامی ایران با نوجوان مهاجر افغانستانی واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. بسیاری از کاربران فشار دادن زانوی مأمور روی گردن این نوجوان را با ماجرای جورج فلوید در آمریکا در سال 2022 مقایسه و یادآور اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد خشونت پلیس آمریکا شدند. رفتار خشن این دو مأمور پلیس موجب انتقادات فراوانی شده است. انتشار این تصویر در حالی است که چهارشنبه احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد مهاجران غیرمجاز باید تا پایان سال خاک ایران را ترک کرده و به کشور خود بازگردند. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.